مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق در اعتراض به بن‌بست سیاسی موجود استعفای دست جمعی کلیه 73 نماینده ائتلاف خود را به رئیس مجلس این کشور تحویل داد. این عمل از سوی را برای احزاب پارلمانی عراق که همسو و نزدیک به ایران هستند هموار کرد که دولت مورد نظر خود را تشکیل دهند و از سوی دیگر عراق را در بحران سیاسی عمیق‌تری فرو برده است. مقتدی صدر چه هدفی را دنبال می کند؟ بحران‌های سیاسی و اجتماعی عراق در چه مسیری قرار دارند؟ جریان‌های کرد و سنی چه نقشی در این جدال قدرت دارند؟ این مسائل را با عدنان کریم، تحلیلگر و ناظر سیاسی از کردستان عراق در میان گذاشتیم که به تازگی از عراق به سیدنی بازگشته است. آقای عدنان کریم، سلام عرض می کنم و بسیار سپاسگزارم که بار دیگر مهمان صدای نو شدین و دعوت ما رو پذیرفتین. کشمکش سیاسی بین جناح‌های پارلمانی عراق به کجا رسیده است؟ کشمکش میان جریانات شرکت کننده در پروسه سیاسی عراق روز به روز بیشتر به یک بحران عمومی و به یک بحران عمیق حاکمیت منجر شده. این بحران به نظر من سرچشمه همه کشمکش ها و مشکلات کنونی کشمکش هایی که بعد از سال 2003 و سقوط رژیم قبلی، رژیم صدام حسین و اشغال عراق توسط امریکا قرار گرفت. این بحران عبارت از حکومت مشخصا بعد از حکومت طایفی و توافقی بر مبنای مبدو وابستگی ملی احزاب سیاسی و حکومت یه سیستم پرو امریکی دموکراسی، اگر نامش را این جور بگذارم، برای عراق بعد از 2003. این مدل دموکراسی، این مدل سیستم سیاسی به بنبست خودش رسیده، چون نتونست که جوابگوی مشکلات عمیق جامعه عراق، مشکلات تاریخی حتی زمان صدام حسین و یا حتی قبل از اون و یا مشکلات 20 سال بعد از سقوط نظام صدام حسین و رژیم فاشیستی صدام حسین، این سیستم سیاسی نتونست که جوابگوی مشکلات عمیق جامعه عراق باشد، با نیازمندی ها و توقعات بخصوص توقعات مردم عراق باشد. حالا این شیوه، این مدل از توافق که اسمش گذاشتن توافق سیاسی میان نیروهای مختلف وابسته به عراق که همشان تقریبا در چارچوب همه تعریف میتونیم بگذاریم که جریانات وابسته به امریکا و پرو امریکایی بودن، یا جریانات شیعی اسلامی سیاسی شیعه، یا جریانات سیاسی قومگرای کرد، و چه جریانات ناسیونالیست و اسلامی موسوم به عربهای سنی. اینها در 20 سال گذشته توانستن که در چارچوب یک توافق سیاسی حاکمیت مشترک خودشان را حفظ کنند. اما با گسترش مبارزات مردمی و گسترش کشمکش نیروهای میان خودشان، میان خود این جریانات، و خصوصا دخالت مستقیم ایران برای سوء استفاده از شرایط سیاسی عراق و تبدیل کردن عراق در این اواخر به پایگاه برای مقابله با امریکا و حل مشکلات و اختلافات خودش با امریکا، مجموع این فاکتورها با هم بحران کنونی را به بنبست حاکمیت سیاسی کنونی، حاکمیت سیاسی 20 ساله سابق در عراق را به بنبست رساندن. این ریشه اختلاف است. اما به کجا رسید؟ بعد از انتخابات 2021 که جریان مقتدی صدر که به جریان الصدر موسوم است، نیروی سیاسی که رهبرش هم مقتدی الصدر هست، این جریان برنده اول بود، یعنی بیشترین آراء در انتخابات به دست آورد که مجموعاً 73 کرسی بود در پارلمان عراق. از مجموع چند کرسی 73 کرسی را به دست آورده؟ از مجموع 329 کرسی که مجموع کرسی های پارلمان عراق هستند. یعنی اکثریت مطلق رو نداره؟ نه، خیلی پایین‌تر اکثریت مطلق بود، اما اکثریت بود در مقایسه با نیروها و ائتلافات شرکت کننده در آخرین انتخابات. بنابر قانون انتخابات عراق و بنابر قانون پارلمان عراق، جریان مقتدی صدر حق داشت که حق
که تشکیل حکومت داشت با اختلاف و همبستگی با یه سری نیروهای سیاسی و فرکشن های سیاسی دیگر و توانستن تا قبل از سه ماه و بعد از انتخابات توانستن که یه ائتلاف تشکیل دهن با نیروهای سنی و سرکردگی محمد حلبوسی که خودش هم رئیس پارلمان سخنگوی پارلمان عراق هم هست و با همبستگی و نزدیکی و ائتلاف با حزب دموکرات کردستان عراق با سرکردگی مسعود بارزانی توانستن یک ائتلاف بزرگتر که تقریبا نزدیک به 150 حدود فوق 150 اکثریت مطلق منظورم اکثریت مطلق داشتن با همه با هم توانستن. اما مسئله اصلی این بود کشمکش دوباره بالا گرفت بر سر این که سیاست و موضع مقتدا صدر موضوعش این بود که نمیتواند و آمادگی اون را ندارن که بر طبق رهنمودهای ایران با دیگر نیروهای شیعی سیاسی نیروهای اسلامی سیاسی شیعی و قطب دوم که وابسته به ایران هستند و از ایران نزدیک هستند چه نوری مالکی چه جریانات حکیم چه جریانات العامری و نیروهای وابسته به حشد شعبی ائتلاف مقابل ائتلاف مقتدا صدر و نیروهای سنی و کردی داشتند. اختلاف میان این دو قطب سیاسی شدت گرفت که علی رغم تلاش پیدرپی ایران و اومدن قاآنی چند بار قاآنی و حتی تهدید کردن مقتدا صدر نتونستن که یه صف متحد شیعی ها به وجود بیارن که بتونن با هم ادامه به حکومت توافقی و مدل توافق سیاسی بدهن. چون مقتدا صدر برنامه انتخاباتیش و پلتفرمش جوهر پلتفرمش این بود که میگفت نه شرقی و نه غربی، نه وابستگی به ایران و نه وابستگی به امریکا. این مضمون اصلی پلتفرم سیاسی و ائتلاف سیاسیش حتی با جریانات کردی و سنی بود. حالا بعد از اون بعد از کشمکش بالا گرفت نتونستن که به همه جریانات شیعی به یه توافق سیاسی برسن علی رغم دخالت مستقیم ایران و دخالت چند بار مستقیم حتی خود خامنه‌ای و قاآنی و اونها نتونستن. پس حالا بحران اخیرا تقریبا حدود 3 هفته قبل مقتدا صدر اعلام کرد که از پروسه سیاسی از پروسه پارلمانی از شرکت در پارلمان خود را بیرون آورد بیرون گذاشت و همه نیروهای خود 73 کرسی که داشت 73 عضو که در پارلمان داشتن و به جریان صدر خود را بیرون کشوندن و بجای اون جریان وابسته نوری مالکی و ائتلاف موسوم به ائتلاف توافق شیعی که نزدیک به ایران هستن ائتلاف بزرگ هستن اونا هم توانستن جای خالی اون 73 عضو پارلمانی را از طریق فرکشن های مختلف خودشان را پر کنند و حالا در صدد تشکیل حکومت خودشان حکومت توافقیش به رهبری مالکی و نیروهای حکیم و عبادی و اونها که وابسته به ایران از ایران نزدیک هستن وابسته به ایران هستن حالا خودشان اون جریان مشغول تشکیل حکومت با جریانات کردی با اتحادیه مهنی و با جریانات سنی و با حزب دموکرات کردستان هم در این جبهه نزدیک شده بعد از بنبست توافقش با مقتدا صدر. هدف مقتدا صدر از این شاید تاکتیک سیاسی چی بوده؟ هدفش این بود که می گفت که ما حق به طبق قوانین انتخاباتی عراق و قوانین پارلمان عراق افشاری کرد روی تشکیل حکومت اکثریت و می خواست که جریانات دیگر جریانات وابسته به ایران پیامش به اونا این بود ما آمده نیستیم با شما حکومت توافقی و مشترک ایجاد کنیم و تشکیل دهیم، شما میتونید برای به اپوزیسیون باشید، این مضمون دموکراتی هست و دیگر مسئله حکومت توافقی و همه با هم به بنبست رسیده نمیتونیم دیگر ادامه دهیم به اون سیاست و اون مدل سیاسی. پس ما بنابر حق انتخابی خود من و بنابر این که ائتلاف بزرگ تشکیل دادیم بعد نیروهای سنی و نیروهای کردی
میتونیم حکومت اغلبیت اکثریت را تشکیل دهیم و ما آمده نیم که با شما با هم حکومت توافقی و مشترک داشته باشیم. خب الان سوالم رو دوباره من تکرار میکنم، هدف بعد از این چه هدفی داره؟ میخواد با این تاکتیک، اگه یک تاکتیکه، آیا میخواد حاکمیت رو در عراق و دولت جدید رو در عراق اگه قرار بشه به وجود بیاد متزلزل بکنه؟ آره، هدف اصلی اینه. خب یقین است، یقین داره مختصر، یقین داره که این نیروها نمیتونن که با علاوه بحران حاکمیت یا بحران اجتماعی بزرگتر هست در جامعه عراق که بحران نارضایتی عمومی مردم عراق خصوصا در مناطق شیعه نشین و جنوب عراق، بغداد و جنوب عراق که مرکز اون نارضایتی های چند سال قبلی بود، هنوز اون نارضایتی عمومی با قوت خودش باقی است، اگرچه از لحاظ عملی یه مقدار عقب نشینی کرده. منظور این است از یه طرف یه بحران اجتماعی و سیاسی کلی در جامعه هست، وجود دارد. از یه طرف دیگر یه مقدار از بالا هم حاکمیت سیاسی عراق درگیر یه بحران عمیق تا حدود یه بنبست سیاسی عمیق است که مدل سیاسی دموکراتی توافقی است. مختصر در پایگاه بزرگ دارد، پایگاهش در میان کشور تهیجست شیعیان عراق و بخصوص در میان شیعیان مدینه صدر پایگاه قوی دارد. او یک جریان اسلامی اسلامگرای شیعی پوپولیس است. مختصر با این اقدام منظورش این است که کل پروسی سیاسی عراق را تحت فشار جدی و بنبست سیاسی و بنبست نهایی خودش برسوند و یه بازنگری کلی به کل پروسی سیاسی را بکند که در مصلحت خودش هم هست. چون میدونید فشار اصلیش این است که پارلمان را منحل کنند. خواست اصلی کنونیش این است با این اقدام میخواد که پارلمان را تعطیل کنند و خواستار اعاده انتخابات یه پروسه انتخاباتی دیگر بشه و خودش میدونه که میتونه که بار دیگر بنابر پرگاهی که در میان شیعی مردم شیعی در جنوب دارد و توهمات مردمی عمیق که در اونجا هست به عنوان یه جریان اسلامگرای پوپولیست و حتی نفوذش درجه نسبتا نفوذ قویش در میان حتی جریانات ناسیونالیست عربی سنی، مجموع این فاکتورها یه اهرم فشار قویه به دست مختلصد داده که میخواد که کل پروسه سیاسی منظورم پروسه حاکمیت و انتخابات را فشار بیاره به پروسه سیاسی تعطیل کند و بار دیگر انتخابات دیگر که خودش که یقین داره البته که خودش میتونه نیرو برنده اصلی این انتخابات باشد. این سیاست این دوره مقتدی صدر است. البته باید بگم که امریکا هم علاقه مند و یه نزدیکی سیاسی با این طرح مقتدی صدر داره، چون ایرا مسئله اصلی برای امریکا خاتمه دادن یا ضعیف کردن پایگاه و نقش ایران و جریانات پرو ایرانی در پروسه سیاسی هست. این موضع امریکا نزدیکی بیشتر داره با مقتدی صدر و با موضع مقتدی صدر در قبال پروسه سیاسی حاکم در عراق و حاکمیت سیاسی در عراق. من یادمه که با شما در مورد اعتراضات وسیع مردم و به ویژه جوانان و زنان عراق در شهرهای مختلف گفتگو داشتم که به شدت سرکوب شد و شما به تازگی از عراق برگشتین. مشاهدات شما در مورد اعتراضات و موجودیت قشها و طبقات اجتماعی در جنبش‌های موجود در جامعه چی هست؟ از کارگران و تهیدستان و زحمتکشان گرفته تا نویسندگان و روشنفکران و دانشجویان و به ویژه زنان، مشاهدات شما چی بوده تازگی از عراق برگشتید؟ هر کسی که به عراق برود حتی برای سر بزند به جامعه عراق احساس می‌کنه که این جامعه درگیر یه بحران عمیق اجتماعی هست. بحران از دو طرف، بحران از بالا و بحران از پایین. جریان نارضایتی عمومی، مرکز جریانات نارضایتی عمومی هنوز هم جنوب عراق و مناطق
موسوم به مناطق شیعه نشین عراق هست. اونجا هنوز نارضایتی مردم امیدشان این بود، امید اون دوره نارضایتی این بود که در چارچوب مسئله انتخابات پارلمانی این مسائل نیازهایشان و مطالباتشان برطرف شود، حداقل بخش اساسی مطالباتشان که مطالبات رفاهی و مطالبات عمومی بود برطرف شود از طریق پروسه انتخاباتی. حالا توانستن حتی تقریبا به حدود 30 تا 35 عضو پارلمانی مستقل بودن و از اکثرشان تقریبا 25 تا از اونها فعالین و رهبران جنبش اعتراضی بودن که توانستن که به پارلمان برسن حتی. اما حالا مثلا بحث در میان جنبش تشرین، منظور جنبش اعتراضی اکتبر هست که در عراق هست، در مورد این که دیگر رفع مطالبات رفاهی و خدماتی به سر رسید است. نمیتوان فقط به پافشاری روی دو نکته اصلی در بحث اصلی کنونی در میان اون حرکت اعتراضی و فعالین و رهبران اون حرکت اعتراضی است. اول این که دیگر رفع مطالبات و رفاهی یا خدماتی به سر رسیده و نمیتوان به جدا از مطالبات سیاسی و یک پلتفرم سیاسی اصلی در قبال کل حاکمیت سیاسی در قبال کل شرایط سیاسی در جامعه عراق به جای نمیرسد. مسئله دومشان این بحث دومشان این است که مسئله اصلی امروز مسئله حاکمیت سیاسی و مدل حاکمیت سیاسی است که میتوان از طریق شرکت در کشمکش برای یک حاکمیت سیاسی و تغییر حاکمیت سیاسی به نفع مردم، این مرکز اصلی مبارزات و باید نقطه اصلی مبارزات اونها و نقطه اتکای اصلی مبارزات جنبش اعتراضی باشد. هنوز بیرون کشیدن مقتدی صدر از پروسه سیاسی، البته بنابر نفوذی که جریان مقتدی صدر در میان مردمان شیعه جنوب هم دارد، میتونن کل این بحثا را بار دیگر تحت تأثیر خودش بگذارن. حالا مسئله آینده سیاسی عراق مربوط به دو مسئله است. اول که مسئله مبارزات مردمی و آیا حرکت اعتراضی مردمی تبدیل میشه به یک جنبش سیاسی صاحب پلاتفورم و صاحب پلاتفورم مستقل رادیکال خودش، و از طرف دیگر چشمکش امریکا و ایران چه تأثیراتی میگذاره و آیا مبارزات مردم میتواند با موازات اون چشمکش ایران و امریکا که عراق یکی از حسای مستقیمش هست میتواند مستقل از اون چشمکش بتوانند پلتفرم سیاسی خودشان را به پیش ببرند. به نظر من حالا تا جایی که من هم تحقیق کردم و مشاهده کردم در آخری سفرم به عراق، وضعیت سیاسی جنبش اعتراضی از این موقعیت قرار دارد. آقای عدنان کریم، یکی از پایه‌های اصلی این سیستم و یکی از مناطقی که در این مستقیما در این کشمکش وجود داره کردستان عراق هست، اقلیم کردستان. در اونجا به عرصه کشمکش و دخالت‌های کشورهای خارجی مثل ترکیه و ایران مبدل شده و شاهد اعتراضات مردمی هم هستیم. مشاهدات شما چی بوده و در این کشمکش سیاسی و جناح‌بندی‌های پارلمانی اقلیم کردستان کجا خودش رو قرار داده؟ نیروهایی که الان در حاکمیت هستن، نیروهایی که حاکمیت هستن تقریبا تقسیم شدن بر دو محور. محور ایران که اتحادیه مهنی نزدیک به استراتژی ایران و پلتفرم ایران در عراق هست، خودش تبدیل شده به جزء از اون استراتژی و پلتفرم و استراتژی سیاسی ایران در عراق. بخش دیگرشان محور ترکیه هست که حزب دموکراتیک کردستان که نیروی اصلی حاکمیت در کردستان، تقریبا اهرم‌های سیاسی حاکمیت و مسائل اقتصادی در تحت کنترل اونها هست، اونها به ترکیه نزدیکتر هستن. البته وقتی میگم که به ترکیه نزدیک هستن، رابطه نزدیک به ایران هنوز هم دارن، رابطه رفت و آمد و توافقات سیاسی سیشان قطع نشده به ایران، اما خودشان را در محور ترکیه به نزدیکتر میدونن چون مصالح سیاسی و اقتصادی و آینده سیاسی خودشان را در هر چشمکش در محل هر خطراتی به وجود بیاید خودشان نزدیکتر به ترکیه میدونن و
علاوه اون حزب دموکراتیک کردستان توافقات اقتصادی عمیقی با ترکیه دارد که همه استخراج نفت و حق سرپرستی اقتصاد نفت را به دولت ترکیه گذاشتن و توافقات عمیقی با اونها دارد. پس نیروهای سیاسی کرد امروز بیشتر از هر مرحله استقلالیت سیاسی خودش را به عنوان نماینده مسئله کرد از دست دادن و تبدیل شدن به جزئی از این کشمکش اقلیمی که عبارت است که عراق یکی از میدانهای اصلی است که از یک طرف ترکیه هست و از طرف دیگر ایران هست. یعنی مبنای اصلی سیاست این دو نیرو مسئله کرد یا آینده مسئله کرد نیست، یا فا این جوهرش نیست، بلکه مصالح اقتصادی و پایگاه و حاکمیت و آینده حاکمیت خودشان هست که میدونن که عراق تبدیل شده به یکی از سنترها و از مراکز اصلی کشمکش در خاورمیانه. پس خودشان را روز به روز بیشتر از همیشه وابسته به این دو طرف و تقسیم شدن در میان این دو محور اقلیمی که منظورم ترکیه و ایران هست. آقای عدنان کریم، مسلماً موضوعاتی رو به عنوان سرتیتر من فقط با شما در میان گذاشتم و هر کدوم از موضوعاتی که شما بحثش رو کردین جای خود داره که به تفصیل به اونها بپردازیم. امیدواریم که شما رو در آینده دوباره داشته باشیم و به این موضوعات بپردازیم. بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو گذاشتید. خیلی ممنون از شما، از فرصتی که به من دادید.